من بهرام مشیری هستم و هشتمین قسمت از مجموعه 10 قسمتی برنامه گذر از روحانیت رو که با محبت ایشون انجام می شود به اطلاع شما بینندگان عزیز می رسانم. به اجازه بفرمایید که درود بفرستم خدمت بهرام مشیری گرامی. استاد سلام. درود بر شما جناب فروزنده گرامی. گزارش تکان دهنده ای بود، بسیار جانسوز، و من میخوام خدمت شما عرض کنم که برابر آمار موجود زیان فرار مغزها در یک آمار دیدم سالانه به چیز حدود 50 بیلیون دلار در یک جای دیدم میرسد و در واقع نخبگان کشور به خاطر هیچ، من سرنوشت آقای کوکبی رو که فرمودید به تفصیل خواندم، وقتی ایشان رو به زندان میاندازند چون ایشان در دانشگاه تگزاس تحصیل میکرده، همونطور که فرمودید در رشته دکترای فیزیک و تکیه بر لیزر و پلاسما که اینها از در واقع علوم بسیار مدرن و بسیار مهم هستند، ایشان را به زندان میاندازند و از او خواهش میکنند با آخوندها همکاری بکند، جلسه تشکیل میدهند و ایشان همکاری نمیکند و هنوز در گوشه زندان است. یک مطلب، یکی دو مطلبی دیگر هم به ذهن مخلص رسید و اون اینکه دانشگاهش امام صادق، دانشگاه مالک اشتر، همه نامهایی که وجود داشته است، خیابان پهلوی شده است، نمیدونم امام خمینی، نمیدونم، تمام این نامهای فرزانگان و بزرگان کشور، این مملکت 2500 ساله تغییر یافته به این نامهای اسلامی جز زندان اوین. بنده پیشنهاد میکنم اسم این زندان را به حداقل بزن زندان امام علی، عادل آباد رو بذارن زندان جعفر صادق. حالا که شده است مجلس اسلامی و جمهوری اسلامی و ارتش اسلامی و خیار اسلامی و بام تا جام اسلامی، زندان ها هم حداقل به نام اینها، چون این که اونچه زندان اوین گفته می شود در روزگار گذشته ساخته شده است و محل معترضین و منتقدین بوده است، میزان آدم هایی که اینها در اونجا کشتن در یک شب شاید به اندازه همه آدم هایی است که جان باختن در روزگار استبداد سابق. بنده پیشنهاد میکنم حداقل مردم به این بگویند زندان امام علی، چون امام علی هم در یک روز 750 نفر سر برید. این است که این تضادی که در اینجا هست و در روزگار قدیم هر چه دوز بود به نمیدونم محمد و حالا توهین نشه اسمه، ولی اینها نامهایی بود که در زندان ها بنده میدیدم، همینجور اسما بود. حالا همه دوزها شدن هوشنگ و کیمورس و خسرو و اینها، یعنی این دشمنی و خصومت با ایران و نامهای ایرانی و اون چه ایرانی است. این است که این زندانها باید اسلامی شدن، تو زندانیان اسلامی در اونجا هستن، حکومت اسلامی است که بچه ها رو به این زندانهای اسلامی میفرستد. این است که بعد نیست این نامهای ائمه اطهار رو بر این زندانها بگذارن که یک دست بشه. بعد آقا زندان امام علی، من این اوین رو زندان امام علی میشناسم به عنوان مثال. پس میخواید من بعد هر وقت که صحبت از به زندان اوین میخوایم بکنیم بگیم زندان امام علی. بله، مردم ما باید هوشیار باشن ببینن این چه داست. یک مرد بزرگ، من بارها ذکر خیلی کردم از شاه عباس کبیر که ایران ساز بوده، جهانگیر و جهاندار بوده، گسترش اقتصادی کرده است که هنوز سابقه ندارد، و این مرد بزرگ زیر نظر او شهر اصفهان زیباترین شهر جهان شد و اصفهان ساخته اوست، اصفهان جدید ساخته اوست، این رو یک مرتبه کردن میدان شاه، میدان خمینی. آخه شما تصورش رو بفهمید، خمینی چه مناسبتی با سازندگی داشت؟ نام این مرد بزرگ رو پاک کردن. مردم باهوش و هوشیار و وطن دوست اصفهان نباید این لغت رو بکاربرن. این میدان، میدان شاه است، یادگار اون مرد بزرگ ایران دوست است، شدن میدان خمینی. شما تصورش رو بفرمایید، این چیزهاست که همه درد هست واقعا. اگر کسی در واقع یک حساسیتی در سر و دقتی در قلب داشته باشد، از شنیدن این گونه اخبار و مشاهده این گونه وضعیت بیمار میشه. ما همه بیمار این داستان ایران زمین هستیم. این است که این دو نکته رو خواستم خدمتتون معترض کنم. سپاسگزارم جناب مشیری. قبل از این که شما شروع بفرمایید، چون شما رو به این راحتی ها نمیشه گیر آورد، من یک ویدیویی رو تماشا میکردم که خیلی سوال برام ایجاد کرد. یعنی از یه طرف این خبر رو خوندم که نوابغ ایرانی، من نمیدونم قیمت هر کدوم از اینها چقدره و کشورهای بزرگ دنیا برای اینها چه ارزشی قائلن. چنان که نگاه میکنید مریم میرزاخانی میاد استاد دانشگاه استنفورد میشه و
به هر حال جامعه حتی اجازه بهش نمیده که یک ذره از فضای علمی دور باشه، چون وجودش برای جامعه بشری وجود مثمر ثمری است. حالا ما از یه طرف در کشورمون اینو داریم، ولی همین مریم میرزاخانی و خانم میترا عالی و یک دختر خانم دیگه ای هم در این لیست من بود که اگر اسمش رو پیدا بکنم، بله فعلا همین دوتا کافیه، این دوتا رو پیدا میکنم، یعنی خانم میترا عالی و خانم مریم میرزاخانی در سال 1378 به زعم گوینده آخوندی که در این ویدیو هست، اینها در واقع به یک نوع حرکتی دست زدن، رفتن بر لابد برای یه تور علمی، یه جایی، یه سفری، یه چیزی که همراهشون یه عده دانشجوی پسر بوده. ایشون میگه که این نوع رفتارها یه نوع دلدزدی جنسی و سکسیست. جوانم هست این ملایی که این صحبت ها رو میکنه. من از شما خواهش میکنم که صبور و بردبار باشید، یه چند دقیقه نگاه کنید به این ویدیو و بعد به من بگید که ما در کجا زندگی میکنیم. این آخونده ایرانیه، این بچه های نابغه هم ایرانی هن. این چطوری میشه؟ یه خود من گرفتاری پیدا کردم، من واقعا نمیدونم من به کدوم یکی از اینا بیشتر باید شبیه باشم. اصلا یعنی چی؟ اگر که این آخونده درسته، این آدم های پیش رو پیشگام متفکر اندیشمند جوان چی میگن؟ اجازه میدید این ویدیو رو با هم نگاه کنیم؟ در خدمت جان هستین قربان، خوشحال با هم نگاه میکنیم. زمان امام حی حاضر ما امام زمان سلام الله علیه هستن. اگر امام زمان بودن، چون الان یه بحثیه تو جامعه ما به نام تفکیک جنسیتی، تو بحث ادارات مطرحه، تو دانشگاه ها مطرحه، تو محیط های ورزشی مطرحه، تو خیلی از محیط های دیگه مطرحه، حتی تو مجالس ما میگیم مهمونیامون هم تفکیک کنیم، از عروسیامون هم تفکیک کنیم. چرا؟ چون خدا فرموده، یک پیغمبر خدا فرموده، دو ولی خدا فرموده، سه فقها که جانشینان هستن میفرماین. الان یه عده مخالف این قصه، من حتی الان بازار سقاطه از این دوربین استفاده میکنم، از این جایگاه میگم، قسم به کلام خدا میخورم که اگر امام زمان سلام الله علیه بیایند، قطعا این تعطیل شده حکم خدا را احیا خواهند کرد، تفکیک جنسیتی رو. چرا؟ چرا؟ اینجا میخوام یه بحث دیگر رو بگم. آیشه تفکیک جنسیتی به چه معنا؟ ببینید تفکیک جنسیتی الان عرض میکنم، تفکیک جنسیتی به این که ما در برابر گناه سه تا وظیفه داریم آیه شریعتی. بله. یک پیشگیری، دو کنترل، سه درمان. پیشگیری، کنترل، درمان. بله. شعار سیستم بهداشت. بله. درمان دیگه. بله. برای این که پیشگیری از گناه بکنیم باید محرم و نامحرم کنار هم نگذاریم. شیطان گفته، شیطان گفته هر وقت محرم و نامحرم تو کلاس دانشگاه، تو اتاق اداره، تو هر محیطی، تو ماشین، تو هر جای دیگه کنار هم بشینن، کارگردان نفر سوم منم. این پیشگیریه. مسئول و بزرگواری که میگن تفکیک جنسیتی الان زمانش نیست، من ازشون سوال میکنم، جلو امام زمان هم همینو میتونن بگن؟ حتما میخوان بگن اگه ما تفکیک جنسیتی کنیم دانشگاه همونو، مدارسمون، حالا مدارس که نیست، محیط های کاریمونو، محیط های ورزشمونو، دنیا برای ما حرف در میاره. دنیا حرف در میاره. من اصلح بینه و بین الله، اصلح الله ما بینه و بین الناس. ما باید جواب خدا رو بدیم، جواب دنیا رو کار نداریم. دنیا اگر حرف خدا رو قبول داره ما مخلصشیم، اگر حرف خدا رو قبول نداره 100 سال سیاه نیاز به حمایت اونها نداریم. ببینید ما موظفیم تو دینمون به پیشگیری. ما تو سن دبستان که اینا در معرض خطر نیستن که، تو سن راهنمایی که در معرض خطر نیستن که، تو سن دبیرستان که در معرض خطر هنوز نیستن، تو سن دانشگاه که شدن آتیش و پنبه، گذاشتیمشون کنار هم مجرد. الان دانشگاه ما هم شده بعضی ها شکم اتاق مورد، میگن ظرفیت ها الان بالا رفته. عجب، ما یه بار دیگه گفتیم آقا اگر ظرفیت ها بالا رفته، اگه دوتا رو کنار هم بذاریم مثل اروپا عادی میشه، چرا هنوز تو اروپا برای تبلیغاتشون از زن اوریان استفاده میکنن؟ خب عادی رفته از مرد استفاده کنن دیگه. چرا هنوز بعضی از مقامات مسئول تو بعضی از کشورها به منشی دفترشون هم رهن میکنن؟ پس خدا تو این جنس جذابیت گذاشته.
خدا تو این دو تا جنس جذابیت گذاشته. وقتی به یک بلوغ میرسن اسمش هم بلوغ جنسیه، این دو تا به هم دیگه نگاه میکنن. خب ما مجبوریم دو تا رو بذاریم کنار هم که به هم نگاه بکنن، به هرون بیافتن. تو محیط کاری ببینید، تو محیط کاری این خانم این آقا تمیز وارد میشن یا نه؟ قطعا میخوان تمیز وارد بشن. امروز حتی تمیزی رو فکر میکنن به آرایشه. خب این آقا و خانم هی صبح تا ظهر 7-8 ساعت با هم دیگه حرف میزنن. طبیعی رو میخوام بگم ها. بله. این آقا میره خونه شون کنار همسرش، این خانم هم میره خونه شون کنار همسرش. احتمالاً این خانم دیالوگش با همسرش یک کم فراز نشیب داشته باشه، این آقا هم همینجور. شکل و قیافه هاشون هم یکم مرتبی تو اداره نباشه. خودشون شروع میکنن به بهانه گیری. چرا؟ چون یه تصویر قشنگتر تو ذهنشون مونده. ما اینو میگیم پیشگیری. تفکیک جنسیتی یعنی این. اگر ما میگوییم کار نرم افزاری، کار نرم افزاری معناش فقط تو خانه نیست و ما کار نرم افزاری زن بیرون از خانه هم داریم، با یه خواهرمون توی بیرون ولی در محیط های سالم. محیط سالم ما میگیم زن تحصیل بکنه تو محیط خاص خانمان، زن کارمند بشود تو محیط خاص بانوان، تو رشته های خاص بانوان. مثلا زن چه دلیل داره کجای این وجود رو خدا اینجوری ساخته زن بره بازاریاب بشه یا زن راننده ترلی بشه، راننده کامیون بشه که گاهی وقتا میام نشونش میدیم، به غلط نشون میدیم دیگه. به نظر من هنر نیست. نه خیلی وقتایی هم مثلا مجبورن پیرو به همون بحثی که داشت گفتم مجبوری. ببینید ما تا حالا شما اومدین استثناء رو به صورت الگو نشون بدیم؟ نه، استثناء رو به صورت الگو که نشون نمیدن. ببینید پیشگیری وظیفه ماست. ما اگر قراره در برخورد با گناه جامعهمون رو سلامت ببخشیم، یک پیشگیری. یکی از موضوعاتی که شیطان گفته، شیطان گفته من سه راه رو بهتری راه تسلط بر بنی آدم میدونم، یکی شهوت، یکی غضب، یکی شکم. خب ما شهوت رو خودمون داریم فراهم میکنیم. پسر 22 ساله، دختر 22 ساله، میبریمشون تو کلاس، مینشونمشون پروژه کاری، پروژه تفریحی هم میاد دیگه. اینا چون 5-6 نفر دختر و پسر با هم پروژه هن، با هم دیگه کوه هم برن، تو سایت هم با هم دیگه داشته باشن، فضای مجازی هم داشته باشن. خب چجوری این ندارن؟ ببخشید ما خودمون داریم با دست خودمون اشتهای پسر دخترامونو برای ازدواج کور میکنیم، سن ازدواج رفته عقب. چرا؟ چون دارن ریزخوری شهوانی میکنن. ریزخوری شهوانی که میدونیم بچه‌هامون وقتی مادران میرفتیم سر غذا ناخونک میزدیم، بله. میزدن پشت دست. ریزخوری نکن اشتهات کور میشه. یه سری کاذب در واقع. الان جامعهمون مثل که همه دست به دست هم دادیم دختر و پسرمون، زن و مردمون تو خیابون ریزخوری شهوانی بکنن، به حلال خودشون که میرسن یا اشتها ندارن میل ندارن. خب پیشگیری معناش اینه دیگه. جلال خالق جناب مشیری، شما ملاحظه کردید این فرمایشاتو؟ بله قربان، بله عرض میکنم خدمت شما که هرچه جامعه ایران علمی تر می شود این آخوندها فشارشون بر زنها بیشتر خواهد شد، به دلیل اینکه فرض فرمایی آخوند رو می گذاریم مسئول یک عده‌ای در یک لابراتوار فیزیک. این آقا دو تا چهارتا رو بلد نیست، بنابراین در حد اون نیست که یک فیزیکدان بگوید چه بکن چه نکن. در یک محل پزشکی، ریاضی، صنعتی، اینا هیچ راجبه هیچ نمیدن، یه بوش مردمان خرف به عقب افتاده هستن آخوندها. بنابراین هرچی اینا جامعه قدر میمونند فشارشون تنها چیزی که در دست این هست که تو سر زنها بزنن، برابر اون چه گفته شده است از ابتدا که زنان بیعقل هستن. یعنی این فرضی که این آقا میگوید یعنی زن عقل ندارد، این در بطن اسلام مرکوز است، این یادگار رسول و قرآن هست. من میخوام وطنان ما این رو بدانن که این از اونجاست، اینا تقصیری ندارن. حرف آقای برتران راسل رو بنده باره برابطن گفتم که میگن وقتی این آخوند این کاری کردن، این تقصیر آخوند نیست، تقصیر بنیانگذاران هست که اینها رو دست اینها دادن. در واقع از اونجا که زن بی عقل هست، بنابراین خود زن دارای اون اختیار و اون درایت نیست که خودش رو محافظت بکنه، بنابراین آخوند باید اون رو محافظت بکنه. در حالی که بزرگترین جلوه در واقع مدنی در انسان مدرن اختیار هست. وقتی که یه خانم به 18 سال رسید، خود او مختار هست با در واقع با سکشوالیتیش به قول معروف یا با جنسیتش چه بکند.
اون صاحب این اختیار هست، تنش مال خودش، به آخوند و ملا مربوط نیست که برای او تعیین تکلیف بکند که چه بکند. این یک مطلب هست. مطلب دیگر این که خدمت شما عرض کنم داستان خدا میفرماید است. بنده بارها عرض کردم خدمت هموطنان، بزرگترین مغالطه‌ای که در تاریخ شده و انسان را حداقل 2000 سال از دسترسی به علم امروزین عقب داشته، عقب نگه داشته، همین مغالطه خداوند میفرماید است. خداوند میفرماید، بعد از قول خدا رسول میفرماید. آقا خداوند میفرماید چه مهملی است؟ کدام خداوند میفرماید؟ خداوند چگونه میفرماید؟ کجا فرموده؟ چه کسی دیده؟ این آخوندهای مسیحی هم همین کارها رو میکردن. خب در قرون وسطا داستان چه بود؟ خداوند میفرماید. یک کتاب دروغین هم داشتن که از ابتدا تا انتها قطع نظر از قضایای اخلاقی که مسیح گفته بود، چون مسیح انسان اخلاقی بوده به هر صورت. حالا معجزات هم بهش منتسب میکنن که هیچ کدام درست نیست و اینها از قرن 17 هم که قرن استدلال و عقل و روشنگری هست، بزرگان و دانشمندان و محققین ثابت کردن که هیچ معجزه از مسیح به وقوع نبرد. اینه بذاریم کنار. بقیه داستانه داستانهای دروغین است. هر چه خدا گفته دروغ گفته. آقا خدا در موضوع خلقت انسان دروغ گفته، نفهمیده. در موضوع خلقت این منظومه شمسی و خورشید و اون چه مراتب مربوط به علم هست که اینا به خدا منسوب کردن، یک سره دروغ بوده و عقب افتادگی بوده و حاصل فقدان علم بوده. اینا هنوز چسبیدن که خدا میفرماید. خب ببینید وقتی شما قدرت رو، قدرت مملکت رو دست یک مشت آدم عقب افتاده متحجر بیعقل بدهید، داستانش هم همینطور که هست. آقا به شما چه مربوط هست؟ اینها برای کنترل جامعه است. شما اگر کتابای باقر مجلسی که مقتدای ایناست بخوانید، در همه جا کار داره با آدم ها. یعنی در توالت، در حمام، هنگام حنا گذاشتن، نور کشیدن، همه جا برای به لحاظ روانی که همه چیز در کنترل آخوند باشه. و شما در هر عملی روزمره هر چقدر حقیر باشد مجبور باشید، محتاج آخوند باشید و حضور او رو حس بکنید. هرچی این آقا گفت از ابتدا تا انتها لاتائل بود و مزخرف بود و انسان مدرن همچنین چیزی رو نمیپذیره، اما به هر صورت اینا صاحبان قدرت هستن و هر فسادی رو مرتکب میشوند. از در واقع فرار مغزا بگیرید تا قتل و گرفتن اموال ملت و به هبا و هدر دادن سرمایه های ملی. این بدترین دورانی است که تاریخ ایران به خودش تجربه کرده. خداوند میفرماید. بنده عرض کردم بارها، اگر در مجلسی هستید که یک کسی گفت خداوند میفرماید، فرار کنید، چون بساط حقبازی و فریب در اونجا آماده است برای تحمیل به شما که خداوند فرموده. و وقتی میگه خداوند میفرماید، شما هیچ جواب نخواهید داشت برای اون. خداوند میفرماید یعنی دهان رو ببندید و هیچ جواب ندهید، فقط بپذیرید، تسلیم محض شوید. این کاری بوده است که در اروپا انجام شده. اما خوشبختان اروپایان روشن شدن، این آقایان را عقب راندن و در واقع زمینه برای کشف شد، زمینه برای پیدایش جوامع مدرن شد. زمینه تا قبل از این که اروپا این آخوندها را عقب براند، یک کشف هم نشده بود در اروپا، یک کشف هم نشده در اروپا. یک مش مردمان بیچاره گمراه بودن، اسیر کلیسا. ما باید راه نجات را پیدا بکنیم. آقای راه نجات چیه؟ یک ننگ بزرگی است. آقای مشیری، ننگ بزرگی است. آیندگان به ما خواهند خندید. آقای مشیری، خیلی خوب فرمودید راه نجات رو پیدا کنیم. آخه در کشوری که این همه نابغه توش هست و این همه آدم فرهیخته هست، این تضاد داره نابود میکنه سرزمین ما رو. یعنی قاعدتاً تمام این بچه های دانشگاه شریف رو، دانشگاه تهران رو، دانشگاه های خوب در ایران زیاد داریم و این بچه هایی رو که این مراحل سخت رو طی میکنن و فارغ التحصیل اینها میشن، تا کی باید اسیر این مولاهای حوزه علمیه قوم و مدرسه حقانی و اینا باشن؟ چجوری میشه خلاص شد؟ آقای مشیری، این اتفاقاتی هم که اخیراً در خاورمیانه افتاده به هیچ وجه امید به نجات رو بیشتر نمیکنه. یعنی ما با یه هیولاهایی داریم مواجه میشیم که هیچ بعید نیست برای حفظ سرمون
ممکنه باز به آخوندها پناه ببریم و این یک فاجعه بزرگ تاریخی است. چی شده؟ چرا ما اینطور بدبخت به معنی واقعی شدیم؟ از یه طرف مریم میرزاخانی رو داریم، از یه طرف این ملاها رو داریم، چیکار باید بکنیم؟ شما بله خدمت شما عرض میکنم آقای فروزنده. ببینید کشور ما به این چاه فرو افتاد به جهت جهالت، به جهت جهالت، و ایران زمین ما اصلا قابل قیاس با عراق و عربستان سعودی و جاهای دیگر نیست. این همون ملتی است که 150 سال پیش برای آزادی و دموکراسی و عدالت اقدام کرده. متاسفانه دولت‌های استبدادی که پس از دیگری اونقدر مردم رو بی سواد، از یک سو مردم رو بی سواد نگاه داشتن، از یک سو فرزانگان رو از بیا بیرون کردن یا از میان برداشتن، طریق روشنفکری و آزادی بیان رو بستن، رجال سیاسی تولید نشد، مجلس ملی رو بستن و خود هم به نوع اینها رو پروردن. این کشور به این چاه افتاد. در واقع قضیه این نیست که روحانیت گذشت از روحانیت چگونه است، قضیه براندازی استبداد هست. این عنوانی که انتخاب کردید به نظر من خیلی مبهم هست اگه نگوییم که اندکی مغالطه هم هست. گذر از روحانیت به چه معنی؟ مشکل ما چیست؟ مشکل ما استبداد هست. اینها همه با استبداد آخوندی آمده، بنابراین گذر از استبداد هست. حالا فرقی نمی کند اگر که نمیدونم یک گروه دیگری هم قدرت رو به دست می گرفتن، مفاصل دیگری داشتن. بنابراین طریق در واقع تنها راه مردم، این نیازمند عزم و اراده ملی است. به گمان من اگر از من می پرسید، بایستی ایرانیان خارج کشور با وجود کثرت عده و عده به قول قدیمی ها، یک حزب بزرگ سیاسی ملی، نه از این بازی های مسخره ای که بعضی رو انداختن از کانادا به واشنگتن پول جمع آوری میکنن، با چمدان به قمارخانه های نیویورک میرون، اینا رو نمیگم. حقیقتا فرزانگان ایرانی که توان این رو دارن در خارج کشور و فضا برای اونها میسر است، باید برای پشتیبانی ملت اسیر ایران که به گمان مخلص و با توجه به همه شواهد و قرائن حداقل 80% دشمنان خونی این آخوندها هستند، یک حزب سیاسی بزرگ را گذر از روحانیت اونجاست آقای فروزنده. و دانسته، ما هیچ نمیدانستیم راجع به آخوندها و ملاها، هیچ نمیدانستیم، هیچ تعلیم و تربیتی نداشتیم. چگونه است که روشنفکر ایرانی در عصر محمد رضا شاه یک آدم بیعقل، واقعا عرض میکنم به معنی کلمه بیعقل، مثل علی شریعتی است، و یه آدم بیعقل عصبانی مثل آل احمد. شما نگاه کنید اینا رو روشن، اصلا قابل قیاس هستن اینها با روشنفکران عصر ناصری؟ اصلا قابل قیاس هستن اینها با روشنفکران عصر ناصری؟ اینها حاصل اون اعمال ماست. اما امروز که در چاه افتادیم، گفت چون در تاس لغزنده افتاد مور، عرض کنم که سعدی میفرماید رهاننده را چاره باید نه زور. ما نیازمند تدبیر هستیم، با تدبیر بایستی بتوانیم از این داستان گذر کنیم، و راهی نیست جز در واقع براندازی این رژیم. این که این آخوند خوب است و اون آخوند بد است رو بگذاریم کنار. دین هم امر شخصی است، مثل سکس امر شخصی است، هر کسی دینش به خودش مربوطه، سکسش هم به خودش مربوطه. این است که این آخوندها رو تا ما نتوانیم از صحنه سیاست بیرون نکنیم و فرزانگان کشور و دانایان و ایران دوستان حکومت رو به دست نگیرن، حکومت دموکراتیک زیر سایه قانون، کار ما به جای نخواهد رسید. آقای فروزنده گرامی، والا دلم میخواد که از این مطلب گذر کنم، ولی آقای مشیری 36 سال از ماجرا گذشته، این فرهیختگان دارن پوست میندازن، نسل تازه میاد با برداشت‌های تازه و متفاوت از نسل قبلی. چجوری از این تاس لغزنده بیایم بیرون؟ چه عاملی سبب شده که ما در طول این 36 سال گذشته اون حزب بزرگی رو که شما میگید، اون نهاد بزرگ فراگیری رو که در جهت براندازی این سیستم ضد بشری ما قبل قرون وسطایی بتونه عمل بکنه، نتونستیم سازمان بدیم، نتونستیم به وجود بیاریم؟ هنوز دعواهای ما دعواهای قدیمی مربوط به 60 سال، 70 سال و 100 سال پیشه. کی از این ماجرا نجات پیدا میکنیم؟
بذار چه عرض کنم یک بار دیگه من مطلب رو عرض کردم. ببینید در لهستان در فرانسه وقتی که آلمان ها آمدن اپوزیسیون فرانسه وقتی که گریخ به انگلیس شاید در همون هواپیماهایی که می گریخ اپوزیسیون تشکیل شده بود. ما تربیت حزبی نداشتیم. اساسا موضوع حزب و تشکلگرایی و ساختن ارگانیزیشن های سیاسی رو ما داشتیم یاد می گرفتیم آرام آرام. متاسفانه دست ما گرفتن. این است که ما مردم پراکنده هستیم. یعنی 6 میلیون هستیم خارج کشور، 600 میلیون هم که باشیم مثل یک نفری، چون وقتی نتوانیم با هم کار بکنیم و تشکیل دستجات سیاسی نیرومند یک حزب ملی نیرومند آزادی خواه، خب همه فرقی نمی کنند. 50 میلیون باشیم چه فرقی می کنند؟ این است که ما این تعلیم و تربیت رو نداشتیم. و اگر از منده بپرسید در تاریخ ایران زمین ما دو حزب داشتیم، یکی اسماعیلیه بودن، حزب به معنی اخص کلمه، یکی هم حزب توده، بقیه باشگاه های سیاسی بودن. دلیل این که دکتر مصدق آمد حزب تشکیل نداد و گفت این جبهه ملت است و جبهه ملی، چون حزب نبود، به جهت اینکه ما ذهنیت حزبیمون بسیار و تعلیمات حزبمون بسیار بسیار ضعیف هست. این که عرض میکنم حزب توده نیرومند بود چون تشکیلاتش و ارگانیزشنش و تئوریهاش و مدیریتش از جایی میآمد که این کارها رو بلد بودن و اون از روسیه بود. خود ما ایرانی ها هنوز نتوانستیم یک حزب شیم. من میبینم بچه ها جمعشان 100 نفرن میخوان یک کاری بکنن، بعد از 15 بعد از مثلا 3 هفته 15 نفرن، بعد از 4 هفته میشن 4 نفر. متوجه عرضم هستین؟ چون مقاصد بزرگ و دورنماهای در واقع متعالی رو در افق دوردست نمیبینیم، هدفهای بزرگ نداریم، هدفها شخصی هست، بسیار خودخواه هستیم، ریاست طلب هستیم و در هر کدام از ما وجود دارد، یک دیکتاتور وجود دارد متاسفانه به واسطه اینکه تعلیمات دموکراتیک نداشتیم. اما حداقل باید دلمان به حال خودمان بسوزد. آقا برای کشور باید یک کاری کرد. این همه امکانات خارج کشور هست، هنوز ما چیزی به نام یک حزب سیاسی محترم که بتواند فرزانگان مملکت رو، نه حق بازانه نمیدونم اون چنانی و جیب برها و کلاهبردارها و اینها، نه، بتواند فرزان که مردم داخل اعتماد کنند. مردم ای در داخل ایران این امکانات ما رو ندارن. اگر چنین جنبشی خارج کشور بشه، این امید که ایرانیان هم امیدوار بشن، چون براندازی این آخوندها نیازمند یک عزم اراده ملی سرتاسری. اگر یک روز مردم ایران اراده کنند به یک رهبری درست باشد، در ظرف یک روز میتوانند این رژیم رو ساقط کنند. آقای فروزند، بنابراین این ساقط کردن، جناب مشیری، اتفاقا نکته خوبی رو میگید. تا زمانی که اینها هستند و اینها خودشون رو فقها میدونن، اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم میدونن، قاعدتا باید برشون انداخت، باهاشون نمیشه شوخی کرد. نه اینا بله به هیچ وجه من وجود نه نامنگاری. من دیدم بعضیا میشینن از روی شکم سیری مثل این آقای سروش و اینها به شیوه گلستان سعدی و کیل و دمنه نثر نویسی میکنن و نامه میفرستند و اینا. آقای علی خان، آقا اساسا اینها در اونجا کار نمیکنند، این قضایا در دستگاه قدرت کار نمی کند، خواهش می کنم کار نمی کند، استدای عاجزانه دارم، مردم گناه دارن، من منافع ملت چنین شد، مملکت بیچاره شد، ما بدنام شدیم، فقر زیاد شده، فحشات چنین شده، وضعیت نمی دونم تعلیم و تربیت چنین است، وضعیت محیط زیست وحشتناک شده، از اکولوژی مملکت به طور کلی از میان رفته، سطح آبها نمیدونم چند صد متر فرو نشسته، دریاچه‌ها نمیدونم تبدیل به کبیر نمک شده، اینها در محیط قدرت جز سرنیزه. عزیزم اینها جز سرنیزه. این مرد حکیمی بود این نیکسون. نیکسون به بدنامی رفت از این جهان، اما بزرگترین سیاستمدار اصل خودش بوده است. در آخرین کتابی که نوشته است، 8 یا 9 کتاب نوشت بعد از که از کاخ سفید بیرون رفت، و با دو گروه مردمان هستند که اینها اساساً با اینها با نرمش نمیشود، یکی ملاها هستند یکی کمونیست ها. این حرف نیکسون هست. این است که با خواهش و تمنا و طریق نمیدونم مسالمت و استدعا و اینها که ابداً میسر نیست. عرض کردم یک عزم اراده ملی طلب میکنند
یک رهبر، یک سخن لاطائل باطل هم یک مدتی است بین ما عرض کنم رایج شده است و این یک نوع سهلنگاری و فرار از وظیفه است که مرد جوانان ایران که رهبر نمیخوان، آقا همشون رهبرن، این چه حرف مزخرف لاطائلی است. این درست به مثابه آن است که ما یک در 20,000 سرباز رو اسلحه بده بگیم آقا همه شما جنرالید بروید فلان کشور رو برای ما فتح کنید. آقا چنین میسر نیست. بدون گاندی میسر نبود که ملت هند به این زودی نجات پیدا کند. بدون شخصیت دکتر مصدق یا فرض کنید لینکل، نه ملی شدن صنعت نفت میسر بود چون عزم اراده ملی رو برانگیخت، و لینکل هم همچنین حس انسانی بخش عمدی از مردم آمریکا رو در باب برده فروشی برانگیخت و رهبری رو تا پایان به بر عهده گرفت. این است که این سخن بیمزه و خنک رو من هر وقت میشنوم. مدیریت میخواد، آقا هر کاری مدیریت میخواد در این مملکت. ببینید آی بی ام ورشکست شده، ای بابا آی بی ام ورشکست شد، میگه نه آقا مدیریتش عوض شد. به معنی که مدیر وقتی مدیر لایق بیاید، چنان که آمد و تاریخش هست، نجات داد آی بی ام رو، یا کرایسلر یا جنرال موتور. این است که هر کاری مدیریت میخواهد، کار سیاسی هم مدیریت میخواهد. این که جوانان ایران همه رهبرن، این سخن لاطائل بیموردی است که ما نباید اساسا ازش استفاده بکنیم. آقای فروزنده گرامی، ببینید جناب مشیری، این که شما میفرمایید که خوشحالم در این مورد خیلی نزدیک به هم فکر میکنیم، ما چاره جز براندازی ملاها در ایران نداریم قابلا، هیچ زبان خوشی رو اینا متوجه نمیشن مطلقا و قیمت داره. آقای فروزنده ببینید، آزادی گرانبهاترین پدیده ایست که خدا و طبیعت عنایت کرده، بنابراین مفت و مجانی به دست ما در سینی نقره به ما آزادی نخواهند داد. بهایی دارد که ما بایستی آماده باشیم پرداخت بکنیم تا بتوانیم این رژیم رو براندازیم و آزادی و عدالت رو به سرزمین مقدس ایران عرض کنم بازگردانیم. من امیدوارم که این پیام شما رو با دقت بیشتری دوستان ما مورد تجزیه و تحلیل قرار بدن. در واقع شما دارید میگید که عبور از روحانیت عبوری بسیار پر سنگلاخ، بله، پر هزینه، بله، دشواره، چون این بله، روحانیت قبل از جمهوری اسلامی نیست. نه مطلقا، یعنی یک مافیای قدرت هم هست، مافیای گسترده از نوع دینیش، بله، با سرکردگان و گروه ها و دستجات مختلفی که با امکانات عظیمی که درآمدهای ملی ایران و ثروت ملی ایران براشون به وجود آورده، اینها هیچ بعید نیست در آینده در داخل ایران به جان خودشون بیافتن برای قدرت بیشتر. بله، من به شما قول میدم آخوندها به جان خودشان نخواهند افتاد. چرا؟ در قدیم چنین بود. عرض میکنم خدمتتون که یک اصلی هست در قانون اساسی مشروطه، بله، که بسیار قانون مترقی بود و حالا طرفداران استبداد، من متاسف و متاثرم که چه میزان خواب در چشمان مردم میپاشن که بله آقا اونجا گفته بود هر قانونی باعث که تصویر مجلس بشود از نظر 5 تا آخو همین جوری میشه دیگه. خب این یک حرف لاتی لومپنیس. آقا در هر قانون اساسی تعارفاتی هست، تفاصیلی هست، هرگز دیده نشد که قانونی از مجلس مقدس شورای ملی به نفع ملت بخواد تصویب بشه 5 تا آخوند بشه، اصلا نمیشد 5 تا آخوند رو جمع کرد. منتظری که بزرگترین آخوندها بود میگو آقا ما نمیتوانستیم 2 تا آیت الله رو در یک اتاق جمع کنیم، از بس اینا نسبت به هم حسادت داشتن، حس حسادت برای پول، برای پیروان، برای مقلدین، اینا با هم دشمن بودن. هرگز قانونی از مجلس ملی نرفت، یک تعارفی بود، یک لقمه بود جلوی آخونده انداختن به جهتی که آخونده همکاری کرده بودن. این آخوندهای در واقع آدمهای مثل طباطبایی و عرض میکنم که سید جمال الدین اصفهانی و دیگران بودن که اینا سقط الاسلام رو کار کرده بودن. اینها گفتن آقا اینها هم شریک مشروطه بودن، حالا قانونی که مختص ضد اسلامی نباشد. این بهانه شده است دست استبدادیون امروز که خاک در چشم مردم بزنن و خون آزادگان مشروطه رو لگد مال کنن که بیشتر از 100,000 نفر جان باختن در جای مختلف به خاطر اینکه یک نفعی ببرن و با این مغالطه و حرف سطحی یک جنبش بزرگی رو اینها پایمال کنن. واقعا باید خجالت بکشن کسانی که از این سخنان میگوین. آقای مشیری،
در به نظر من نمیدونم حالا باش موافقید یا نه، اتفاقا این حضور پنج مجتهد در قانون اساسی مشروطه بله. نه تنها قدرت فائقه نداده به هرگز بلکه قدرت فائقه اونها رو که تا پشت تا توی اتاق خواب سلاطین ایران بود و حتی ایران رو به جنگ های ایران و روس کشون و به توپ بستن مجلس رو سبب شد، این رو در واقع مهمیز بهش زده، محدودش کرده، گفته در بیا حالا خیلی خوب نمایندگان ملت قوانینشون رو وضع میکنن، حالا تو هم نگاه کن ببین ضد اسلام نباشه. در واقع حضور اینها رو در سیاست مملکت محدود کرده. اینطور به نظر شما نمیاد؟ درود بر شما. این جنبه بسیار جالبی بود اشاره فرمودید، بسیار بسیار درست بود. اینا مشارکت کرده بودن، خود اینا که مشهورترینشون طباطبایی است آمد گفت آقا ما که نمیدانستیم مشروطه چیز، آنهایی که میدانستن به ما گفتن آقا سبب ترقی است، سبب تعالی است، سبب پیشرفت ملت است، سبب پیدایش قانون است، ما هم آمدیم و مشارکت کردیم. یعنی بیچاره اون زمان هم نه اینکه پیشرو بودن، اینها همراه شدن با روشنفکران، اینها اون عده آدمای مترقی بودن، در واقع نمیتونم بگم مترقی بودن، بلکه همراه ملت شدن. بنابراین این که در این قانون مشروطه این تعارف شده است، این بهانه رو به دست یه عده داده است که استبدادهای گذشته رو توجیه کنن که بله اینجوری میشه دیگه. آقا خب یه آدم آدمش هموطنان مبتدی در کار سیاست و تاریخ هستن که باورشون میشه خب بله دیگه حتما، نه آقا این نبود، این پیامدهای بعدی بود، این استبداد بود، بستن احزاب سیاسی بود، بستن روزنامه ها بود، بیرون کردن رجال دلسوز مملکت بود، آوردن چاپلوسان و متملقان و بی‌ارزگان بود، قدرت یعنی در جمع شدن همه وظایف مملکت در دست یک تن. این است که اینها شد که اینها آمدن، نه اینکه اون قانون که در قانون محترم مشروطه نوشته شد، اینها هرگز مانع در واقع تصویب قانون نشد. کجا اینها به من نشان بدهید یه قانونی قرار بود به نفع ملت ایران در مجلس مقدس شورای ملی بشود که پنج تا آخوند نگذارن؟ اصلا چیزی نبود. این همون مجلسی است که انگلیس ها رو بیرون کرد. و من بخوام به شما عرض کنم حتی در دوره های ضعف مجلس و در دوره های ضعف ایران زمین که مصادف شد با جنگ جهانی اول و آمدن نمیدونم انگلیس ها و عثمانی ها و غیره و ذالک، تا زمانی که مجلس ملی تشکیل می شد، نقل قول می کنم از مرحوم ملک شعرهای بهار که نماینده خراسان بود و محقق بزرگ بود و شاعر بزرگ بود و انسان بسیار بزرگ بود، می گوید همین مجلس ضعیف هرگز به ملت خیانت نکرد و با تمام این فراز و فرودها این کشتی را از دریای طوفانی عبور داد بدون اون که یک سانتیمتر از کشور عزیز ایران رو به دست دشمن بدهد. این از فایده مجلس، چون کسی که هر کسی که من میخوام در دوره چهارم مجلس به واسطه اینکه وثوق الدوله و دوستانش قریب 300 یا 400 هزار لیره گرفته بودند که ایران رو در حقیقت در اختیار انگلیس ها بگذارن، آمد و 40 نماینده دستچین فرستاد به مجلس. یکی از اینها سردار معزز خراسانی مشهور به تیمورتاش است که یک قول روشن فکری بوده تیمورتاش که اون رو کشتن. به هر صورت باری میگوید که این 40 نفر که قرار بود به این قرار داد رأی بدهند و وثوق الدوله بتواند این پول رو بخورد و انگلیس و ملت رو بپوشد، یک نفر از اینها که دوستان وثوق الدوله بودند و گفته بود بروید و چنین کنید، برای وثوق الدوله رأی ندادم، چون فضای مجلس که در اونجا در واقع رأی ملت بزرگ اینان انعکاس دارد، یک نفر خیانت نکرد در اونجا، در اون همون مجلس چهارم. و این قانون هم همونطور که میدانید به زباله‌دان تاریخ افتاد. سپاسگزارم. بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما. درود بر شما. یه سوال داشتم از جناب استاد مشیری. خواهش میکنم. بفرمایید. بله بفرمایید، صداتون رو دارید. من میخواستم از جناب مشیری این سوال بکنم. صحبت های ایشون بسیار خوب و دلچسب و دلنشین هست. آیا ایشون با تمام معلوماتی که دارن واقعا حاضرن به یکی از این جنبش هایی که میگن دست پیدا کنن و حرکت رو شروع کنن؟ آیا ایشون براشون امکان داره که با بقیه بتونن کار کنن؟ متشکرم. خواهش ممنون. جان مشیری، بنده قریب 30 سال است با مردم ایران دارم کار میکنم. دوست عزیز، من وقتی که لازم دیدم که کاری بکنم
تشخیص دادم مشکل ما فرهنگ است، درد ما نادانی است و پایین بودن سطح آموزش سیاسی است و عدم توجه به تاریخ و فرزانگی و ایران شهری است که همه اینها از یاد ما رفته بود و 30 سال است در این راه هستم. بنده با بعضی ها کار میکنم، یکم مبهم بود، بفرمایید ببینیم چه کسی هست که بنده برم باشون کار کنم. سپاس. در باب این که میفرماید مشیری کاری بکند، اون روزی که بنده گمان کردم و دوستان من که سدنشون در اینجا هستن، اگر محیط آمادی دیدم البته یه کاری خواهیم کرد. سپاس گذارم. اگر کار منظورشون کار سیاسی است، یعنی تشکیل حزب یا چیزی از این دست، اگر ضرورت ایجاب بکند و من فکر بکنم که ما میتوانیم توفیقی به دست بیاوریم، حتما این کار خواهیم کرد. بفرمایید. خواهش میکنم. الو. بفرمایید خانم. خانم از تلویزیون توجه نکنید، گوش کنید. میبخشید. من میخواستم بگم آقای مشیری متاسفانه فقط و فقط صحبت میکنن. خب راه حل شما پیدا کردید با ایرانی ها تو ایران، نمیدونم گفتگو کردید، چی کار کردید، آخه چه کار مثبتی؟ به نظر من این بزرگان قوم در همه جای دنیا، این ایرانی ها فقط غرور و قدی دارن آقا، هیچ چی دیگه. و این تا این غرور از بین نره هیچ خاکی بر سر ایرانی ها نمیشه. متشکرم. خدا. های مشیری نظری گفتن، پاسخی نداره. اصلا حرف ایشون انقدر بیمایه بود با عرض پوزش که اصلا لازم چیزی جواب نداشت، به جهتی که ایشون داره یک سره خانمی است نشسته در منزل و به همه داره توهین میکنه و یه چیزی گفتن که من جوابی ندارم برای فرمایششون. سپاسگزارم. بفرمایید. خواهش میکنم. الو. بفرمایید آقا. جناب آقای فروزنده سلام عرض میکنم خدمت شما و مهمان گرامیتون. عرضم بوده سوالی از حضورتون داشتم. بعد از مرگ خامنه ای آیا احتمال این هست که سپاه کودتا بکنه، یه چیزی مثل پاکستان، عزیز مشرف یا مثل ضیاءالحق؟ آیا احتمال این هستش برای گذر از روحانیت یا نه؟ متشکرم. آقای مشیری قربونتون برم، اینا 35 سال کودتا کردن، چه کودتایی بکنن؟ کودتا کردن. این نگاه به قطر شکمهای اینها بکنید و بعض زندگیشان بکنید و ساختمان سازی هاشونو بکنید و دزدی هاشونو، کودتا کردن، مدت شریک هستن اینها. من نمیبینم در جبین این سران سپاه وطن دوستی و عدالت خواهی و بزرگواری و دلسوزی. اینها طعم پول رو چشیدن. حتی رفسنجانی آمد گفت یک زمانی که جنگ تمام شد ما آمدیم و به اینها، چون اینها گروه در واقع فنی مهندسی ارتش در راهسازی اینها وسایل ابزار داشت، گفتیم راهسازی. حالا به کمتر از کل مملکت رضایت نمیدهد این سپاه پاسداران. بزرگترین مزاحمان آزادی دو نهاد هست، یک بیت رهبری، دو سپاه پاسداران. اینا موانع آزادی هستن، اینا بایستی منحل بشوند. سپاه پاسداران باید یعنی ما چشم امیدی به سپاه پاسداران نداریم برای نجات. این بایستی که با توسط مردم، آدم های مثل من و شما انجام بشه، نه اینکه سپاه پاسدارانی که دستش به خون ملت آلوده است و مانع آزادی است و امروز در واقع کاسبکاران و دزدان و مافیای مملکت هستن. من به همه توهین نمی کنم، حتما و قطعا افراد وطن پرست و دانا در سطوح پایین سپاه پاسداران هستن، هموطنان ما هستن، بچه های ایران هستن، حتما وطن دوست هستن، اما گرفتار شدن. چند تاشون به من زنگ زد، با من صحبت کرد. بفرمایید. خواهش میکنم. درود بر شما آقای فروزنده. درود بر آقای مشیری. من از برنامه های ایشون بسیار متشکرم. آقای مشیری من دست شما رو میبوسم. من اولین باری که برنامه شما رو دیدم در تلویزیون پارس اینقدر از دست شما ناراحت شدم، ولی هی برنامه های شما رو بازم گوش میدادم. دوست نداشتم راجع به مذهب که صحبت میکردین، چون برای خود من خودم مدرک تحصیلی فوق لیسانس دارم، ولی به این مذهب خرافی چسبیده بودم، نظم میکردم، امامزاده میرفتم اینا. ولی مذهب بد نیست، مذهب وقتی که به صورت خرافی بشه ما به این روزگار میافتیم. به نظر من
تنها راه نجات مردم ایران اینه که از این مذهب خرافی دست بردارن. شما چه راهی پیشنهاد میکنین که این اون اتفاقی که برای من افتاده، این مذهب رو هنوز تاییدلم یه اعتقاد داره ولی به صورت خرافی دیگه نه، سعی میکنم مطالعه کنم، سعی میکنم حرفای برنامه های آدم هایی مثل شما رو گوش بکنم، به هر حال تغییری در خودم. این تغییر در ایران فقط از طریق تغییر در خصوصیات مردم ایجاد خواهد شد که مردم از خردشون استفاده کنن و حقوق و حق خودشون رو بشناسن. به نظر شما از چه راهی میشه این تغییرات رو در مردم ایجاد کرد؟ ممنونم، دست شما را آقای مشیری میبوسم. خواهش میکنم خدا نگهدار شما باشه. ببینید در کلید قضیه تعلیم و تربیت هست. اگر بنده تعریف از خود نمی کنم، خب اگر من تعلیمات دینی داشتم در یک جایی بودم که دسترسی به کتاب نداشتم یا شوق این کار رو نداشتم، بنده هم حالا چه تحریشی داشتم و محروم نشسته بودم، اما هم زمان که ظهور میکنم. آدمی مثل خمینی رو شما نمیتوانید به فرانسه ببرید، نمیتوانید به سوئیس ببرید، به جهتی که سطح تعلیم و تربیت در بچه هیست که چون چیزی رو قبول نمی کند. این است که کلید قضیه در تعلیم و تربیت هست، در آموزش و آگاهی هست. و اون چه از دست بنده برآمده است 30 ساله انجام دادم و خوشبختانه و من مفتخرم خدمت شما عرض کنم که روزی که بنده آغاز کردم فکر نمی کردم این میزان توفیق نصیب بشه و امروز از سر تا سر ایران بنده می دانم که توجهات هست. مردم ایران بسیار بسیار هوشیار و بسیار دانا و نکته بین هستن و بسیار تفاوت می کنن. عرض کردم یعنی اون تعصباتی که در پاکستان هست و در جای دیگه است در بین ما ایرانیان نیست. مردم ایران سکولاریسم رو دوست دارن، آقا جدایی دین از مذهب رو دوست دارن، کما اینکه در زمان مشروطه بارها عرض کردم بزرگترین آیت الله این آقای نوری بود، به دارش کشیدن، اتفاقی هم نیفتاد. از اون سو یک مرد ارمنی که نمیدونم اهل قفقاز بود کجا بود، بزرگترین شغل اجرایی مملکت رو دادن، مردم ایران معترض نشدن. این است که زمینه ها هست، بایستی سطح آموزش اندکی بالا برود تا همه کارها درست بشود. این است که ما آموزش درست نداشتیم، یعنی دبیرستان و دبستان و دانشگاه داشتیم و اما اون چه میبایست و میشایست تعلیم داده نمیشد. سعی میکردیم چهار تا حرفه‌ای اینا تربیت کنیم ببینیم چه میشود. بفرمایید. خواهش میکنم. بفرمایید آقا. بفرمایید. حالا دو بر شما از ایران زنگ میزنم خدمتتون. بفرمایید. من یه سوال داشتم. آقای مشیری میفرمودن که در این دوره مراتب بعد از تو این دوره متاسفانه به دنیا اومدم و اطلاعاتم همه بر اساس گفته ها از آقایون و یا به هر حال مطالعات خودم بوده که اون دوره چه اتفاقاتی افتاده. یعنی به هر حال الان ما میدونیم که مردم ایران بعد از انقلاب تحصیلات بیشتری داشتن نسبت به قبل از انقلاب، بنابراین اینو نمیتونیم که بیزی شبه به جمهوری اسلامی بدیم، این خواسته خود مردم بوده به خصوص زنان این جامعه. در این حال ایشون فهمیدن که مردم ایران رو اون دوره بی سواد نگه میداشتن، الان مردم ایران رو با سواد کردن یا شدن، میگم اینو باز که دیگهش با آخوندها نیست حتما. آیا این که این با این وجود مردم ایران الان خودتون هم فهمونه که اصلا مسئله نیستن توی این به خصوص این 6 سال گذشته، اون تعصبات گذشته رو قاعدتا ندارن، پس چرا با این تفاوت هایی که توی این دوره ها اتفاق افتاده، پس چرا ما اونقدر ببخشید من خودم هم جزو همین مردم هستم، چرا اونقدر یه جورایی احساس میکنم که خیلی سری خور شدید 35-6 ساله که اصلا چیزی دردمون نمیاره، هر بلایی دلشون خواسته سرمون آوردن، یه جورایی انگار به غیرت شدیم. مرسی خانم. بفرمایید آقای مشیری. بله ببینید فرمایششون درسته. خب ببینید مردم روسیه هم قریب 70 سال به همین وضع گذراندن. این رژیم که آمده اصولا از خصیصه های استبداد مردم رو حقیر خواستن و تحقیر کردن و تسلیم خواستن، به خصوص اینها. این است که
هر نوع فرزانگی و تفکر روشن رو سرکوب کردن، در مردم ایجاد وحشت کردن، سر چهار راه شلاق گذاشتن، بی‌محابا جوانان مملکت رو کشتن و خدا میداند چه میزان چه تعداد قبرستان در این خاک ایران زمین هست که پر از جوانان ایران است که فقط به خاطر عقیده و انتقاد از این رژیم اینها رو به قتل رساندن، ایجاد رعب و وحشت کردن. شما یک چهره خندان، یک دل شاد در ایران نمیبینید. این تصاویری که من از خیابان ایران میبینم، میبینم درست یادگاره، منو به یاد روزهای میاندازد که از مسکو مثلا یه عکس میامد در روزگار مثلا استالین یا یک دیکتاتوری مثل اون در اون رژیم. این است که شادی و نشاط رو گرفتن، جلو هر نوع حرکتی رو بستن، به ازای هر آدمی دو تا پاسدار، سه تا جاسوس گذاشتن، ایجاد رعب و وحشت کردن. این است که اونها منسجم هستن، یک حکومت استبدادی هستن، ما یک مردمی هستیم. از این درست ایران شده از یک زندان بزرگ. این است که تنها راه نجات، عرض کردم، فاصله گرفتن از ذهنیت‌های قبیلگی، فاصله گرفتن از ذهنیت‌های محلی و در واقع پرداختن به منافع ملی و نگاه به افق‌های دوردست و تعالی و عدالت و اینهاست که می‌تواند ما رو به هم متحد بکند تا بتوانیم که این رژیم بسیار بسیار پلید رو براندازیم. جز براندازی این رژیم، این رژیم اصلاح پذیر نیست. اگر اصلاح پذیر بود بنده میگفتم آقا اصلاح طلبی اساسا چیز خوبی است، اما در باب این رژیم مصداق ندارد. یعنی اینها کسی نیستند که نیم اینچ عقب نشینی بکنند، به واسطه اینکه اگر این آقای علی خامنه ای یک متر عقب نشینی بکند، هزارها سر بریده از زیر عبایه به زمین میافتد. چه میزان دزدی ها و مفاسد و حیف و میل ها و جنایاتی یا انجام داده بیرون ریخته میشه. بنابراین اینها یاد گرفتن از تاریخ، مثل زمان گذشته نیست که به معنی که مردم اومدن پادشاه مملکت ترک مملکت بکنه. اینها میدانن این شانس آخری است که به دست آوردن. عرض کردم وقتی شما یک شاهزاده رو شاه میکنید، وقتی مردم نمیخواهند، خب و خداحافظ، مثل احمد شاه رفت، مثل محمد رضا شاه. من وقتی که گدا رو میآورید و شاه میکنید، این گدا دست بردار نیست. اینا یک عمر کسان خمس و زکات خور بودن و با فقر و فاقه روزگار میگذرونن. امروز امپراتوری ایران به دستشون افتاده، ثروت های کلان، و اینها دست بردار نیستن مگر با یک عزم اراده ملی و یک حزب سیاسی نیرومند که مردم بتوانند بهش در واقع متکی باشن و در واقع اتفاق و اتحاد و سیاست های مشخص و روشن برای آینده. اجازه بفرمایید که خط دیگری رو بگیریم. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید. با درود به آقایون عزیز. استاد مشیری، این داعش که الان در عراق داره این جنایات رو میکنه، به نظر شما همون انعکاسی از صدر اسلام نیست متوجه به چیزهایی که من از شما یاد گرفتم و مطالعاتی که کردن، درست من همون چیزها رو میبینم؟ قربون شما. مرسی. خب بله، ببینید، اینا رادیکال اسلامی هستن و ما نمیتوانیم اگر کسی جنایت کرد در این راه بگوییم اسلامی نیست، چون اسلام هم کارش رو با جنایت آغاز کرده، متاسفانه با تجاوز، نه با تعلیمات ربانی و روحانی. شما اگر داستان مدینه رو بدانید و مهاجرت مسلمین از مکه به مدینه، با حمله و زدن کاروانها و کشتن مردم و اسارت گرفتن اینا شروع شده است. بنابراین کارهایی که اینا میکنن، ضمن اینکه همه اسلام این نیست، در واقع نمیتوانیم بگویم غیر اسلامی است. من نمیتوانم بگویم کارهای طالبان در تخریب آثار در واقع بزرگ هنری که در اونجا بود تاریخی غیر اسلامی است، به جهت اینکه رسول الله، یک خود حضرت رسول یک انگشتری به ایشون داده بودن، یه نقشی داشت، چاقو گرفت نقش انگشتر رو پاک کرد، که البته اون میدونست چه میکنن. به جهت اینکه عرب بت‌ها داشتن، اون میخواست توجه اینها رو به یک الله موهوم، عرض کنم که و توحید مثلا توجه جلب بکنه. اما نمیتوانیم بگیم کار اینها غیر اسلامی بوده. نه، نبوده، کارش کاملا اسلامی بوده، چون در اسلام میگن نقش حرام است، مجسمه سازی حرام است، و گرچه این مطلب در قرآن هم نیست، اما در سنت بوده. این است که به صورت اینها یه مش رادیکال های اسلامی هم هستن، دست هایی هم در کار هست
اونجا برای برهم زدن امنیت منطقه که یک سرش من گمان میکنم به یک کشور کوچک منطقه مربوط میشود و در اونجاست که در واقع بعض نقشه های پرید علیه کل منطقه ریخته میشود که اینا یک کشور بزرگ و مقتدر نمیخواهند و آن کشور اسرائیل هست تو من تعارف ندارم عرض میکنم و اینها نمیخواهن امنیتی باشد، کشور مدرنی باشد، اینها میخواهن به غرب. یک مأمور بسیار بلندپایه CIA گفت ما باید بدانیم اسرائیل دشمن آمریکاست، مرتب توطئه میکند در کشورهای منطقه، توطئه میکند علیه ما، توطئه میکند، دزدی اطلاعات میکند، طرحهای موشکهای آمریکایی را میدزدد به چین میفروشد. این کشور نمیخواهد که یک کشور کشورهای دموکراتیک در منطقه باشند، میخواهد بگوید ما تنها کشور دموکراتیک مورد اعتماد هستیم. این است که اون کشور هم متاسفانه دست دارد در این جریانات تا اونجایی که بنده فهمیدم و بلندپایگان اطلاعاتی آمریکا این روزها میگویند. من حاضرم فیلم این مرد بلندپایه سازمان سیا رو بیارم، دلایلش هم ببینید، بعد خواهید دید که چه میگذرد اونجا. بفرمایید، خواهش میکنم. بفرمایید بفرمایید. الو، بفرمایید آقا. درود بر شما جناب آقای فروزنده و درود بر آقای مشیری. جناب مشیری فرمودن که واقعا ما نیاز به یک حزب سیاسی داریم. معذرت میخوام بذاریم اینو کم بکنم. ایشون دقیقا و به حق گفتن که ما برای براندازی این رژیم احتیاج به یک حزب سیاسی داریم که در خارج از کشور ایجاد بشه و حداقل یک مقداری از کسایی که فرزانگان موجودی در این مملکت رو عضوش بشن و بپوشونه. میخواستم از آقای مشیر بپرسم آیا این امکان برای خود ایشون هست که پا جلو بذارن و این حزب سیاسی رو تشکیل بدن و با نفوذی که دارن دیگران رو به دور خودشون جمع بکنن و حداقل یک کاری برای اون مملکت بکنن و ما رو از این وضعیت نجات بدن؟ البته خود من هم به نوبه خودم حاضرم که در خدمتشون باشم. خیلی متشکرم. آقای مشیری، مثل که کارتون داره در میاد. کار ما داره سنگین میشه آقای فروزنده. خدمت شما عرض میکنم کار من عزیزم فرهنگ بوده از 30-40 سال پیش و فکر میکنم توانستم خدمت اندکی در این راه انجام بدم. عرض کردم اگر چنانچه بنده فکر کنم و دوستان من، دوستان فرزانه بسیار دارم، با هم صحبت میکنیم، این نیست که غافل باشیم از این داستان. اگر موقعیت ایجاب بکند، عرض کنم حتی در پرونده بنده که به دستم رسید از اداره اطلاعات رژیم نوشته است این آدم میتواند ضرر و زیان فوق‌العاده به ما وارد کند با کارهایی که داره انجام میده، اما تا کنون پرچم سیاسی برنفراشته و حزبی تشکیل نداده، اما آدم خطرناک اونی میشه اعتماد کرد، یعنی به بنده. حالا ببینیم چه پیش خواهد آمد. اگر که بنده فکر کنم این طریقی که پیش گرفتم 30 سال هست کافی نیست و عمری باقی است، استبادی ندارد که بتوانیم دوستان رو جمع کنیم و هر صورت که گام نخست رو برداریم، اما در این لحظه هیچ قولی بنده خدمتون نخواهم داد مگر اینکه شرایط آماده باشد و ما بتوانیم کار مفیدی برای مملکتمون انجام. بفرمایید، خواهش میکنم. درود بر شما آقای فروزنده. و درود بر شما. می‌خواستم من یه سوالی از آقای مشیری بکنم. این که الان ایشون داشتن صحبت کردن درباره اتحاد که ما برای این که بخوایم به اهداف خودمون برسیم باید با هم یه متحد بشیم، اما متاسفانه می‌خواستم ببینم که آخه چجوری شما می‌خواید با اونای کسایی که مخالف نظر شما هستن و پادشاهی رو برای اداره ایران الان برگزیدن و میخوان به عنوان شخصی به عنوان پادشاه بر ایران بذارن و این نظریهشون اینه که بخوان در ایران یه پادشاهی دوباره بیاد و شاهزاده رو جایگزین پدر خودشون بکنن تو ایران. خب این الان چجوری اتفاق میفته؟ شما میگی ما باید متحد بشیم و احتیاج به دموکراسی داریم و سکولاریسم رو میخوایم تبلیغ کنیم، از این ور هم یه عده‌ای هستن میخوان اینطوری پادشاهی رو بیارن، از یه طرف یه عده‌ای هستن میگن مجاهدین هستن که میخوان به صورت همون دینی خودشون که از دین یه تعریفی دارن میخوان اونطوری حکومت کنن، حکومت به دست بگیرن تو ایران.
این اپوزیسیونی که در خارج هست چجوری میتونن با هم یه متحد بشن و با هم این کار رو انجام بدن؟ ممنون میشم از شما. آقای مشیری. بله ببینید، ایشون راجع به قدم دوم صحبت میکنن. دوست عزیزم ببینید، گام اول ساقط کردن رژیم هست، گام دوم مجلس مؤسسان هست. اگر ملت ایران اکثریتش پادشاهی خواستن، بنده هم رأی خواهم داد مثل بقیه ملت. و مطلب این نیست که فرم حکومت چگونه است، مطلب این هست که دموکراتیک هست یا خیر. این مجلس ملی که تشکیل خواهد شد که نمایندگان حقیقی مردم در مجلس مؤسسان قرار بود چنین شود در انقلاب، دوست عزیز من قرار بود مجلس مؤسسان تشکیل شود، آخوندها دیدن مردم جایی برای اونها باقی نمیگذارند و ناگهان آمدند و اون مجلس تقلبی خودشان را داشتند و از تشکیل مجلس مؤسسان جلوگیری کردند و نگذاشتند، وگرنه این اتفاق منحوس نمیافتاد. این است که این در واقع میافتد به دوران بعد گذر، بعد از گذر از این رژیم منحوس، که ببینن مردم چنون حکومتی میخواهن دموکراتیک حتما باعثی باشد. چاره ای نیست جز اینکه دموکراتیک باشد، چاره ای نیست جز اینکه قانون من باشد، حالا پادشاهی باشد جمهوری باشد، بسیار خوب، این دیگه مربوط هست به ملت ایران و اینکه اکثریت ملت بزرگ ایران چه میخواهند. این مطلب رو بعد از در واقع سقوط رژیم باعثی در نظر گرفت. سپاسگزارم. یه تکستی اومده برای من که لازم میدونم قبل از خداحافظی با جناب مشیری اون رو هم پاسخ بدم، و اون که البته تکست از من میپرسن که چرا برنامه های من یک روال مشخص نداره و هر روز یک سوژه تازه مطرح میشه، یه چهره تازه میاد و به اصطلاح این که ما میخواییم عادت کنیم با آدم ها ولی این عادت به وجود نمیاد. حقیقت چه بخواید، من مطلقا فکر نمی کنم که بخوام که برنامه رو با این همه مسائل مختلفی که مواجه هستیم محدود به یک سری مسائل خاص و اشخاص خاص بکنم. سلیقه منه و شیوه برنامه سازی منه، جامعه مسائل متنوع و متعددی داره. وظیفه یک روزنامه نگار یا برنامه ساز تلویزیونی این هست که به همه اینها تا اون حد ممکن بتواند برسه. البته بعضیا سلیقه شون این است که سالها با یک نفر مصاحبه میکنن، گفتگو میکنن، هیچ ایرادی هم نداره، ولی اینها سبکای مختلف برنامه سازی است و سبک منم تنوع در سوژه ها و تنوع در مهمانان عزیزی است که انتخاب میکنم و اونها هم بزرگواری میکنن، دعوتم رو قبول میکنن. جناب مشیری از شما بسیار سپاسگزارم برای تشریف فرماییتون در برنامه امروز، علارغم همه گرفتاری هایی که داشتید، و فکر میکنم جلسه خیلی خوبی بود. به امید اینکه جلسه آیندم در خدمت جناب عالی باشیم. شما یک رندی هم امروز کردید آقای فرزنده که بد هم نبود، یعنی ما رو از مباحث تاریخی که مربوط میشد به وضعیت تشیع در روزگار نادرشاه و نگاه او به دین و مذهب و دوران پس از او در واقع پس انداختی و مباحث جدید مطرح کردی. خیلی خوب بود، خسته نباشید. از شما سپاسگزارم، از هموطنان بسیار گرامی و نازنین سپاسگزارم. من فکر میکنم برای در اینجا به اتفاق آقای بدیعی، آقای تندر و آقای افسری از شما خداحافظی میکنم و تا جلسه آینده شما رو به خداوند بزرگ. جناب مشیری، در این حال من فکر میکنم که این تغییری که پیش آمد برای روحیه خود جناب عالی هم بسیار مثبت بود و بله، من دیدم که تا آخر برنامه شما تازه نفس بودید. زنده باشی. وقتتون بخیر و وقت دوستان عزیزی که ما رو در این راه همراهی میکنن. بینندگان عزیز، هر جا که هستید لپاتون پر لبخند، دلهاتون شاد و روزگار به کام باد.